جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. استفاده از فناوری‌های نوین و رویکردهای خلاقانه برای درگیر کردن دانش آموزان جایگزین شیوه‌های سنتی در آموزش و پرورش شده است. با این حال موانع زیادند. می‌خواهیم ببینیم در سراسر جهان چه رویکردهایی برای تجدید نظر در روش‌های آموزشی وجود دارد. صنایع مدرن سریع‌تر از همیشه در حال تحولند. نیاز به دانش آموزانی داریم که برای رویارویی با فناوری‌های نوین و نیازهای قرن 21 آماده باشند. آیا امروز در مدارس تخصص‌های منطبق با این نیازها ارائه می‌شوند؟ به استرالیا می‌رویم. در مدرسه شلدون در بریزبن استرالیا به تازگی مرکزی آموزشی برای پرورش کارآفرینان و نوآوران آینده به راه افتاده است. این مرکز حوزه لینک نام دارد. حوزه لینک شامل کارگاه طراحی با کمک رایانه، آزمایشگاه ساخت پیشنمونه ربات و تأسیسات تولید فیلم‌های تلویزیونی است. با این ابتکار در عمل دانش آموزان تجربه کار با ربات را می‌آموزند. مدرسه شلدون به این ترتیب با بهترین دانشگاه‌ها رقابت می‌کند. صنعت روباتیک در جهان از هر صنعت دیگری سریع‌تر رشد می‌کند، حتی سریع‌تر از زیست مهندسی. رشد خیره‌کننده‌ای دارد. دانش آموزان ما نیاز به مهارت‌هایی دارند که مشاغل مربوط به این مهارت‌ها هنوز به وجود نیامده، چه بسا فناوری مرتبطش هم به وجود نیامده باشد. می‌خواهیم دانش آموزان را برای شغل‌های آماده کنیم که حتی نمی‌دانیم چه هستند. بنابراین دانش آموزان ما به مهارت‌هایی نیاز دارند که یک عمر به کارشان بیاید. So they need the basic those skills that will last a lifetime. نتایج این نوآوری و استفاده از فناوری‌های جدید در آموزش از همین حالا برای برخی از دانش آموزان آشکار است. در حال حاضر دانش آموزانی داریم که خارج از برنامه درسی کسب و کار کوچکی برای خودشان به راه انداختند. آنها با استفاده از محصولات رسانه‌ای موجود در مدرسه کالا طراحی و تولید می‌کنند. بعد با شرکت‌های بازرگانی تماس می‌گیرند و درباره استراتژی فروش با این شرکت‌ها گفتگو می‌کنند. دانش آموزان می‌توانند 24 ساعت شبانه روز از سالن‌های مجهز مرکز لینک استفاده کنند. محصولی درست کردیم به نام هشتگ که نوعی جاکلیدیست و از محیط رسانه‌های اجتماعی برای ساختش الهام گرفتیم. هشتگ کوچکی است که موضوعش غذا یا موسیقی یا چیز دیگری است که مثلا به شما مربوط می شود. این محصول را به مردم می فروشیم و آنها می توانند آن را روی جاکلیدی خود، روی کیف یا چیزهای مثل آن بگذارند. برخی از دانشجویان رشته مدیریت رسانه به طور کارآموز در مدرسه مشغول کار شدند تا برای برنامه‌های مدرسه فیلم و آگهی تلویزیونی تهیه کنند. مرکز لینک به من کمک کرده مسیر آینده‌ام را انتخاب کنم. در اینجا تجهیزاتی هست که در رسیدن به اهدافم مؤثر بوده. من کارآموزم و در نتیجه در استخدام کالج. کار ما این است که برنامه‌های زنده اجرا کنیم و این شاید حرفه آینده من شود. به رغم سرمایه‌گذاری‌های زیاد، نظام آموزشی برزیل غرق در مشکلات است. گفته می‌شود از میان 75 کشور، برزیل در رتبه 60 قرار دارد. با این حال، طرح آموزشی در این کشور در حال اجراست که هدفش اجرای الگوی نو در آموزش است. به ریو دو ژانیرو می‌رویم تا از چند و چون این پروژه آگاه شویم. در این دبیرستان دولتی در ریو دو ژانیرو روش جدیدی برای آموزش آزمایش می شود. زنگ شروع کلاس به صدا در نمی آید. از حضور و غیاب خبری نیست. دانش آموزان یاد می گیرند خودشان اوقاتشان را مدیریت کنند. در اینجا راه‌های مختلفی برای یاد گرفتن دروس است که با مدارس دیگر متفاوت است. می توانید ریاضیات یاد بگیرید یا زبان پرتغالی، اما چیزهای دیگری هم هست که باید یاد بگیرید، مثل قدرت مدیریت و برنامه ریزی زمانی. باید بتوانید به کارهایتان نظم بدهید. دانش آموزان این دبیرستان در قیاس با دیگر دبیرستان‌ها چیزهای متفاوتی یاد می گیرند که برای زندگیشان هم مفید است.
سنت شکنی دیگر این مدرسه این است که کلاس های درس در مکان های غیر رایج برگزار می شود. نکته جالب این است که در محیط های مختلف تدریس می کنیم. جوری درس می دهیم که دانش آموز یاد بگیرد و بفهمد و بتواند در هر محیطی حواسش را جمع کند. این عادت از محیط درس شروع می شود و در زمان های دیگر و وضعیت های دیگر زندگی هم به کار می آید. تفاوت دیگر این دبیرستان با دبیرستان‌های دیگر این است که فضای آموزشیان بدون تنش و فشار است. در اینجا هیچ دلیلی برای ترس از معلم وجود ندارد. رابطه معلم و شاگرد در اینجا رابطه دوستی است. دانش آموزان می‌آموزند که بهترین خصلت هر آدم این است که گوش بدهد. چون اگر نداند چطور گوش دهد، نمی‌داند چطور باید حرف بزند. مدرسه محلی است برای ایجاد تحول. به نظر ما مدارس نباید قوانین ثابت و تغییر ناپذیر داشته باشند. هر روز در مدرسه روزی نو است و همیشه باید در حال تغییر و تحول باشیم. حلقه اصلی این رویکرد آموزشی دانش آموزان هستند. آنها به شکل گروهی پروژه‌های طراحی می‌کنند و روحیه همکاری بین آنها تقویت می‌شود. همه به هم احترام میگذارند، با هم وقت زیادی میگذرانیم. خیلی خوب است چون همه رفیقیم. تقریبا مثل اینکه خانواده دوم داشته باشید. دوستی ها خیلی مستحکم است. در این دبیرستان مهمترین درس تربیت بدنی فوتبال نیست، شمشیر بازی است. شمشیر بازی در بهبود یادگیری دانش آموز مؤثر است. قدرت تمرکزش را بیشتر می کند. سرعت واکنش، توان استدلال و توجه در کلاس را افزایش می دهد. در نتیجه در موضوعهای درسی عملکرد دانش آموز بهتر می شود. قرار است این الگوی آموزشی سال آینده در 4 مدرسه دیگر پیاده شود. اما در کشوری که مدیریت آموزش وضع چندان مناسبی ندارد، شاید این گام بزرگی هم نباشد. کاربرد فناوری در آموزش و آموزش با تمرکز بر نیازهای دانش آموز را دیدیم. در سالهای پیش رو چه تغییراتی در راه است؟ با گراهام براون مارتین، یکی از مهمترین کارشناسان آموزش، در این باره به گفتگو نشستیم. خلق روش‌های مختلف انتقال دانش از علایق گراهام مارتین است. او امروز با لباس مبدل به این مدرسه در هومه لندن آمده. شاگردان و پدر و مادرهایشان را یکجا جمع کرده تا آزمایشی انجام دهد. در این آزمایش دانش آموز می تواند با استفاده از حسگرهایی فعالیت پدر و مادرش را دنبال کند. مارتین این آزمایش را آزمایش وارونه نامیده، چون جای پدر و مادر کودک عوض شده است. به جای اینکه همه کارها در مدرسه انجام گیرد، این حسگرها را در خانه نصب می کنیم و خودمان در مدرسه هستیم. آن وقت از طریق شبکه داخلی با دانش آموزان در تماس هستیم. مدرسه تمام شده، اما این دو دختر 9 ساله همچنان در خانه و در چارچوب آزمایش وارونه درس ها را ادامه می دهند. یادگیری به مدرسه محدود نمی شود. بیرون از مدرسه هم یادگیری انجام می شود. تلاش می کنیم حس کنجکاوی این دانش آموزان را تحریک کنیم. در واقع ما و جامعه ما نیاز به این دارد که جوانان بیشتری را درگیر علم کنند. به این منظور نوجوانان باید بتوانند روش تفکرشان را نو کنند. از این رو باید به فکر نو کردن روش‌های آموزشی ما باشیم. به اندازه کافی کارگر کارخانه و کارمند دفتری داریم. به کارگر و کارمند بیشتر نیاز نداریم. آنچه نیاز داریم آدم‌های خلاق و نوآور است. به چه مشخص تغییرات در آموزش، تغییر نحوه ارزیابی و تغییر آن چیزی است که ارزیابی می‌شود. چون اگر همیشه یک چیز را ارزیابی کنیم، نتیجه نیز یک چیز خواهد بود. باید چیزهای مختلفی را بررسی کنیم. برای مثال این روزها صحبت از همکاری و تعاون در جامعه و اهمیت آن است، اما وقتی سر جلسه امتحان برویم، بچه‌ها ردیف به ردیف یا یک متر فاصله از هم و با مداد و کاغذ نشستند. انگار قرن 21 هنوز نرسیده است. خوب می شود اگر سر جلسه امتحان داشتن وسیله ارتباطی مثل تلفن، کامپیوتر، تبلت اجباری باشد. دانش آموز مجبور باشد با بغل دستیش صحبت کند و نتایج را با او مقایسه کند. به جای اینکه حافظه دانش آموز ارزیابی شود، توانش در حل مسئله، همکاری با دیگران، توانایی یافتن متخصصان موضوع و برقراری ارتباط با آنها و نیز استفاده از یافته هایش محک زده شود. برخی فکر می‌کنند می‌توان معلم را کاملاً کنار گذاشت. ایده‌ای وحشتناکی است، چون آموختن فقط انتقال دانش نیست. آموزگار راهنمایی می‌کند، تربیت می‌کند، تشویق می‌کند. البته این حرف‌ها کلیشه‌ای شده، اما واقعیت دارد که آموختن روشن کردن آتشی درون دانش آموز است، برانگیختن کنجکاوی و حس شگفتی است، و فکر می‌کنم این آتش را فقط انسانی دیگر می‌تواند برافروزد.
شما برای آینده آموزش چه تغییراتی را پیش بینی می‌کنید؟ آیا کاربرد فناوری‌های جدید باعث پیشرفت در آموزش خواهد شد؟ نظراتتان را روی صفحات شبکه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. جهان دانش در همکاری با وایز، طرحی از بنیاد قطر.